سلام، به برنامه تحول خوش آمدید. روسیه از آغاز مجدد فعالیت قنسلگری این کشور در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ خبر داده است. زمیر کابلوف، نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، در صحبت با خبرگزاری دولتی تاس گفته که قنسلگری روسیه در شهر مزار شریف پس از تجزیه و تحلیل کامل مسائل امنیتی بازگشایی شده. گفته شده که دیپلوماتی به عنوان سرقنسول در مزار شریف تعیین شده است. وزارت خارجه میگوید که این قنسلگری چند پیش پس از ارزیابی ها بازگشایی شده است. در این مورد با مهمانان صحبت های خواهیم داشت، اما گزارش داریم که همکاران ما تهیه کرده در همین مورد میبینیم و دوباره برمیگردیم. با دنبال گسترش روابط دیپلوماتیک میان کابل و مسکو، روسیه از فعالسازی دوباره قنسلگری این کشور در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ خبر داده است. زمیر کابلوف، نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه گفته که قنسلگری این کشور در شهر مزار شریف پس از تحلیل و بررسی‌های جدی از نظر امنیتی بازگشایی شده است. گفته شده است که دیپلماتی به اسم الکسی پرورسوف به عنوان سرقنسول در مزار شریف تعیین شده است. او قبلا در سال 2020 و 2021 به عنوان معاون سفیر روسیه در افغانستان کار کرده بود. قنسلگری روسیه در شهر مزار شریف پس از تجزیه و تحلیل کامل به ویژه از نظر امنیتی بازگشایی شده است. ساختمان این قنسلگری از سوی یک تیم پیشرفته روسی در ماه نوامبر مورد بررسی قرار گرفت. وزارت خارجه کشور نیز تایید میکند که برای اثرگیری فعالیت‌های قنسلگری روسیه در شهر مزار شریف چند پیش یک هیئت روسی به افغانستان آمده و در این مورد بررسی‌های را انجام داده بود. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له تاس نیوز سره په مرکه کې تایید کړی دی چې په مزار کې قنسلي خدمات پیل کړي دي. زموږ د معلوماتو له مخې څو میاشتې وړاندې د دوی قنسلګرۍ ته د دوی تخنیکي ټیمونه رارسېدلي وو، د دې دپاره چې هلته د قنسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکي کارونه چې پاته دي هغه مخ په وړاندې یوسي. روسیه از جمله کشورهای بزرگ در منطقه است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان تا کنون روابط خوبی با امارت اسلامی داشته و سال گذشته سفارت افغانستان در مسکو را نیز به دیپلمات‌های امارت اسلامی واگذار کرد. پیش از این مقام‌های امارت اسلامی نیز گفته بودند که روابط دیپلماتیک افغانستان با بسیاری از کشورهای منطقه به شمول روسیه در حد رسمی است. ضرورت است که با یک استراتژی ملی و انسانی ما با کشورهایی که زمینه ها را برای آزادی، تامین منافع ملی و حقوق بشر در کشور ما باز می کنند ایجاد کنیم و کذا در داخل افغانستان با شخصت هایی که طرفدار نظام های دیکتاتوری، طرفدار نظام های ایدئولوژیک نیستند، ورای منافع ملی و سعادت و آزادی را و تمدن و پیشرفت به افغانستان باز می کنند ایجاد و تامین کنیم. فعالیت‌های قنسلگری روسیه در شهر مزار شریف در حالی اثر گرفته می‌شود که این قنسلگری در ماه سرطان سال 1400 به دلیل نگرانی‌های امنیتی و در آستانه سقوط نظام جمهوریت در افغانستان بسته شده بود. آگاهان بازگشایی این قنسلگری را نشانه از علاقمندی روسیه برای گسترش روابط با امارت اسلامی می‌دانند. در تازه‌ترین مورد، در سند استراتژی جدید سیاست خارجی روسیه نیز بر حمایت مسکو از یک افغانستان مستقل و باثبات تاکید شده. دوباره خوش آمدید. در این مورد با مهمانانم آقای عمر نهضت، تحلیلگر سیاسی که اینجا در استودیو با ما هستند، صحبت میکنیم. آقای حاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات بین المللی افغانستان از آلمان، و آقای علی سمی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی از روسیه با ما هستند. مهمانان را به بس خوش آمدید میگم. بس را با آقای نهضت شروع میکنم. نهضت صاحب، اجازه بدید بس را با شما آغاز بکنیم. فعالیت قنسلگری روسیه در شهر مزار شریف آیا یک خبر امیدوار کننده است و میتونیم بگوییم که روابط امارات اسلامی در حال حاضر با جهان در حال گسترش است؟ تشکر. به نام خداوند یک تا و هستی ساز، با ادای احترام به شما، میهمانان محترم در بحث، کارمندان بخش تکنیکی تلویزیون و هموطنان در دیده و عذاب کشیده. خب، اثر گرفتن فعالیت های خدماتی حقوقی مربوط به روسیه در قنسلگری در مزار اینطور به تعقیب سلسله اقدامات بسا کشورهای دیگه هم هستند که قبل از این چند کشور دیگه هم
قنسولگری ها و حتی سفارتخانه ها هم در اختیار امارات اسلامی قرار گرفت. اما در اختیار قرار گرفتن قنسولگری ها و سفارتخانه ها به نحو دی فاکتو هست، نه دی جور. دی فاکتو به این معنی که به شکل زمینی و موقتی در اختیار قرار گرفتین تا در روند اقتصادی و روند خدماتی مشکلاتی که شهروندان و اتباع کشورها دارند، کشورها دارند شهروندان افغانستان، او وقت به سکتگی مواجه نشه. خب امیدوار هستم که این گسترش پیدا بکنه تا مردم افغانستان از این انزوای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در شرایط کنونی که تقریبا از یک سال و نه ماه میگذره بیرون براین و افغانستان طور نظامشه به شکل دیجور طور برسمت بشناسن و بعد از او اگر باز امارت اسلامی تخطی کرد، مشکلاتی را خلق کرد، در اون صورت هر کشور حق داره که دوباره پس مو برسم شناختنی خواهد پس بگیره، پس اطور سلب اعتماد بکنه، میتونن که بدنم درست. ولی اخیران ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنگام که پالیسی جدید سیاست خارجی خود را امضا میکرد از افغانستان به عنوان یک کشور مستقل یاد کرد. این نمیتونه به معنای واقعی رابط روسیه با افغانستان را نشان بده؟ دقیقا سیاست خارجی روسیه که طور به امضای آقای پوتین هم رسید و این سیاست واقعا نسبت به سیاست قبلیشان جامع‌تر به نظر می‌خورد، به خاطر از اینکه این ابعاد بسیار گسترده در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نه تنها در اروپا، در آسیا و بسا کشورهای دیگه هم داره. و این سیاست چنان سیاستی است که اگر ما بتونیم واقعا از این سیاستی که اونا مطرح کردن در روشنی این سیاستی ما سیاست متعادل خود هم تنظیم و ترتیب کنیم، میتونیم که در میوار منافع ملی خود بیشتر از این برگیری کنیم. وقتی که افغانستان مسابقه یک کشور مستقل به رسمیت میشناسند، به این معنا که نمیخواین مثل بازی بزرگ عمل بکنن. ما تجربه بازی بزرگ در گذشته داشتیم که در بازی بزرگ از دو شاهزاده ما استفاده سو کردن، هم روسیه و هم انگلیسا، دو شاهزاده شاه شجاع و امیر عبدالرحمن خان. اونا به خاطر حفظ حاکمیت زمین دادن، حاکمیت خود حفظ کردن، منافع ملی زیر سوال بردن. دقیقاً آل افغانستان استقلالش را زیر سوال بردن، حالی که امروز کشوری که دیروز از ما استفاده کرد، شاهزاده ما امروز در خط مشش، خود فکریش، سیاست خارجیش مدون میسازه و میگو که افغانستان یک کشور مستقل است، ما باید از این استقبال بکنیم. واقعا در روشنی امی مسائل که مطرح کرده، ما میتونیم که با تنظیم و ترتیب یک سیستم متعادل سیاسی درست از منافع خود در سطح منطقه دفاع کرده بتونیم و میتونیم منافع خود بیشتر گسترش بدیم. برمیگردیم به شما. ممنون آقای نوزاد. مختار صاحب، شما را به بس خوش آمدید میگم. روسیه در حال حاضر پس از اینکه از یک پالیسی جدید سیاست خارجیش رونمایی کرد، فکر میکنم در حد 42 صفحه بود، چه نوع سیاستی را در قبال کابل دنبال میکنه؟ سلام به شما و به مهمان برنامه شما و از طریق شما به ملت مسلمان و مجاهد افغانستان. مهمی است که افغانستان در رابطه به جهان چین و برنامه را روی دست دارد. افغانستان به یک سیاست متوازن و بی‌طرف در چارچوب منافع ملی افغانستان برای برمیگردیم. آقای مختار، سوال ما مشخص بود. روسیه در حال حاضر چه نوع سیاستی را در قبال افغانستان دنبال میکنه؟ من میخواهم این را از لحاظ نقطه استراتژیک مورد بررسی خود قرار بدم. هر عکس العمل در نظام سیاسی و روابط استراتژیک منطقه فرق میکنه. روسیه در نتیجه یک سیاست متوازن افغانستان موقف سیاسی و استراتژیک خود را در رابطه با افغانستان گرفته. ما مجبور هستیم از آدرس ملت افغانستان موضوع مورد بررسی قرار بدیم. چون در جغرافی استراتژیکی که ما قرار داریم، مجبور هستیم تعریف بر یک سیاست متوازن از لحاظ شرایط فعلی افغانستان داشته باشیم. یکی ما میان قدرت‌ها و قوت‌های هژمونی که منطقه و فرا منطقه قرار داریم، بس از همینجا استراتژیک میشه. یعنی نقطه استراتژیک ما برای روسیه، جغرافی افغانستان برای روسیه و کشورهای منطقه و فرا منطقه تهدید نیست. بنابراین که رئیس جمهور
روسیه اعلان میکنه که با افغانستان باید یک کشور مستقل دیده شود. یعنی در چارچوب منافع ملی روسیه همی است که جغرافی افغانستان برای روسیه امروز و به ایالات متحده امریکا و چین مشکل آفرین نیست و تهدید برشان نیست. یک چیز را باید یاد نکنیم که سیاست های دیپلوماسی در محور و محراق سیاست های استراتژیک طرح میشه. منافع ملی افغانستان در این شرایط حساسی است که افغانستان را باید از بحران سیاسی، اقتصادی و بین المللی بیرون ببره. چطور میتونیم قوت ها و قدرت های هژمونیک و جنگ های استخباراتی منطقه را در افغانستان مهار بسازیم؟ زمانی که ما یک سیاست متوازن را در روشنی منافع ملی افغانستان تحلیل بکنیم، همین سیاست امارت اسلامی افغانستان یک سیاست متوازن در منطقه برای همه کشور هاست. اجازه بدین یک نکته از لحاظ علم دیپلماسی و سیاست اینجا مطرح بکنم. بفرمایید. روابط و منافع با مرور زمان تغییر میکنه. منافع ما امروز در یک سیاست متوازن هست، چنانچه منافع ما دیروز در این بود که با ایالات متحده امریکا افتخارانه می جنگیدیم، از سرزمین خود دفاع می کردیم، به هیچ عهد قائل نمی شدیم الا که در قطر به این معاهده و توافق رسیدیم که ایالات متحده امریکا بلا قید و شرط افغانستان را رها بکنند. منافع ما بود. امروز منافع ما ای است که میان روسیه و ایالات متحده امریکا یک سیاست بیطرف و استراتژیک را اختیار بکنیم که قطعا روسیه و ایالات متحده امریکا باید جنگ های استخباراتی و نیابتی خود را در افغانستان به پایان ببخشند. همونطوری که منافع ملی افغانستان بیز منافع ملی افغانستان به ما تحلیل میکنه که نه ایران حق داره با سعودی که جنگ استخباراتی را در جغرافی ما بیاره و نه پاکستان و هند حق داره که جغرافی جنگ نیابتی استخباراتی و اطلاعاتی فرهنگی و سیاسی خود را در جغرافی افغانستان بیاره. همینطور قوت‌ها و قدرت‌های هژمونیک هم به توافق برسه که افغانستان یک نقطه استراتژیک است که این نقطه استراتژیک سیاست متوازن را در قبال قدرت‌ها و قوت‌های خود دارد. اگر اجازه بدین یک نکته را در پرانتز خلاصه بسازیم که ولی ما می‌خواهیم با ایالات متحده امریکا در یک پیمان استراتژیک و بی‌طرف با هم به توافق برسیم، به این معنا که ایالات متحده امریکا میتونه در مقابل داعش امارت اسلامی افغانستان را کمک بکنه. یعنی پیمان استراتژیک ما با ایالات درست. متحده ولی... امریکا قطعا بله. بر ضد روسیه نخواهد. درست، ولی از صحبتهایتان یک برداشت دیگه میشه آقای مختار، ای که مسکو و کابل یک وجه مشترک دارن و ای است که تقابل با امریکا. شما میگین که منافع افغانستان ایجاد میکرد که آمریکا را از افغانستان بیرون کنه و حالا منافع افغانستان ایجاد میکنه که با روسیه دوستی بکنه. این یعنی تقابل با آمریکاست و وجه مشترک مسکو با کابل؟ نه خیر، منافع با مرور زمان از نقطه علمی نظر استراتژیک تغییر میکنه. ما گفتیم دیروز منافع ما ایجاد میکرد که آمریکا باید از افغانستان بره. بله. امروز منافع ما یاب میکنه که ما میان روسیه و امریکا یک سیاست متوازن و بی‌طرف را داشته باشیم. قطعا روس‌ها در جغرافی ما با جغرافی ما نزدیک است از لحاظ درست. ولی آقای مختار، پوتین در سیاست خارجی خودش آمریکا و کشورهای اروپایی را دشمن درجه یک خودش اعلام کرده. افغانستان جز پوتین نیست، جز جغرافی روسیه نیست. افغانستان زمانی که کشور مستقل است باید یک سیاست متوازن را در قبال اروپا و امریکا داشته باشه. پوتین میفهمه و اروپا میفهمه. جغرافی افغانستان نه بر ضد شوروی است، روسیه است و نه بر ضد ایالات متحده امریکا است. ولی مسکو در صدد دوستی با کابل است. مزار شریف، کنسولگری مزار شریف نمونیش است. شما میتونین
وقتی که یک سیاست متوازن را تعریف دارن، مثال منگولیا را به شما میدم. اونا با چینایا هم خوب دوستی داره و با روسا هم، در حالی که در بودهای اقتصادی چینایا و روسا با هم مشکلات دارن. مشکلات ایالات متحده امریکا قطعا ربط بر افغانستان نداره. از لحاظ استراتژیک سیاست متوازن محراق و محور استراتژیک امارت اسلامی افغانستان خواهد. سپاسگزار آقای مختار، ممنون. وقفه کوتاه. بایدامه دوباره خوش آمدید. آقای سمی شما هم خوش آمدید میگم. میتونیم بگویم که سیاست کنونی روسیه در قبال افغانستان یک سیاست مثبت است و اکنون مسکو تلاش میکنه تا روابط خود را با کابل گسترش بده؟ اولتر از همه سلام خدمت شما و خدمت همکار عزیز ما که در برنامه حضور دارن، همچنان احترامات خدمت تمام بینندگان شما. ممنون. در حصه سیاست خارجی روسیه وقتی که ما مطالعه میکنیم یا صحبت میکنیم یا باید مدنظر بگیریم که روسیه یک سیاست ریالیستی در برابر تمام جهان داره. این شکل اگر ما وقتی که در گذشته برمیگردیم در دوران شوروی یا فعلا به غرب اگر ما مطالعه ما نظر بندازیم، در غرب یک نوع سیاست ایدئولوژی وجود دارد، اما در روسیه، در چین، در ایران، حتی در پاکستان، در هندوستان، در کشورهای منطقه امروز ریالیسم سیاسی حاکم است و در سیاست خارجی از اینا همچنان ما این را حس میکنیم. بنابراین سیاست خارجی روسیه در قبال افغانستان برای خود روسیه ها حتما مثبت است. اونا موضوعی را که در افغانستان تعقیب میکنند او این است که مبارزه با توریسم باید باشه، مبارزه با مواد مخدر باید باشه. تهدیداتی که از اینجا از افغانستان به آسیای میانه و به حوزه مسئولیت روسیه متوجه است یا باید رفع باشن و اینا هم باید تحت کنترل باشن. وقتی که ما در مورد سفارت صحبت میکنیم، اگرچه کنسولگری یک سطح پایین‌تر از سفارت است، روسیه سفارت فعال داشت در کابل در هنگام سقوط و حتی تا امروز سفارتشان سفیرشان در افغانستان در کابل وجود دارد. موجودیت سفیر، موجودیت دستگاه بخشی از دستگاه دیپلماتیک در به معنای تاثیر می باشند. اینا در افغانستان باید باشند چون تاثیر خود باید بالای روندی که در افغانستان جریان دارد، روند حکومت سازی، روند دولت سازی، اگرچه وسط دولت سازی ما گفته نمیتونیم چون طالبا تا فعلا حکومت موقت دارن و رژیمی که در کابل و در افغانستان حاکم است با وجود که بالای تمام بدن و جغرافیای افغانستان حاکم است، اینا هنوز خصلت‌های حکومت شدن و دولت شدن نشان ندادن. بنابراین یک چیزی است که نو ساخته میشه و در حالت رشد است، نو تولد شده در حالت رشد است و در رشد ازی باید کشورهای منطقه تاثیر خود داشته باشند و چهارچشمه باید مسائل را تعقیب بکنند در افغانستان. بنابراین روابط روسیه با کابل و موجودیت کشورهای منطقوی در کابل معنی اشی است که مبادا از افغانستان دوباره یک ساختار سیاسی نظامی ضد منطقوی ایجاد شود. باید افغانستان در چارچوب منظورتان از ضد امنیتی چی است آقای سمی؟ شما میگین که روسیه تلاش میکنه تا تمامی درها را برای آمریکا بسته بکنه و متوجه از این باشه که دوباره آمریکا نفوذ بکنه و یک حکومت را شکل بده که بر ضد منطقه باشه با وجود روسیه و چین؟ نخیر، خاصیت روابط خارجی روسیه در دو نیم دهه گذشته ای است که با هر آن کشوری که در مسائل داخلی خود مستقلانه تصمیم گرفته میتونه و در سیاست خارجی و امنیتی خود مستقلانه بدون تاثیر کشورهای بیرونی تصمیم گرفته میتونه، با او کشورها روسیه دوستی بسیار خوب کرده میتونه و به کشورهایی که از مناطق دیگه یا از کشورهای دیگه اونا دکته میشن یا سیاست امنیتی و خارجیشان از بیرون برایشان ترسیم میشه، با او کشورها دوستی کرده نمیتونه. این مسئله در سیاست خارجی روسیه خیلی حاکم است. وقتی که ما میبینیم دوستی روسیه با چین هم میبینیم، با ایران هم میبینیم، با پاکستان هم میبینیم، با هندوستان، با کشورهای آسیای میانه و یا همچنان با کشورهای آفریقایی و کشورهای خاور میانه، این مسئله حس میشه که روسیه تنها با کشورهایی که در سیاست امنیتی و سیاست خارجیشان از بیرون دکته نمیشن بهتر میتونه دوستی بکنه تا یکی از کشورهایی که از بیرون مدیریت میشه. سپاسگزارم. ممنون از شما آقای سمی.
آقای نهزت، در گذشته اگر ما برگردیم، عقب‌گرد داشته باشیم، سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان را بررسی بکنیم، باورها به این است که آمریکا به مسائل افغانستان از عینک پاکستان نگاه کرده. ما می‌خوایم بدانم که روسیه از چه عینکی به مسائل افغانستان نگاه میکنه؟ آیا از عینک کشور ایران نگاه میکنه به مسائل افغانستان، پاکستان، چین؟ ببینین، پیش از اینکه به سوال شما پاسخ بگویم، میخوایم یک مقدمه به گپ داشته باشم. به سوال شما پاسخ، سوال شما، کشورهای جهان اول یا شمال تهدید خود خارجی میبینن، یعنی تهدید داخلی در کشورهایشان وجود نداره. مثلا ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، اکثر کشورهایی که فرایند ملت‌سازی، دولت‌سازی را پیمودین، اونا تهدید خود خارجی میبینن نه داخلی. بنان سیاست خارجیشان قسم تنظیم و ترتیب میشه مشکلی که آقای پوتین سیاست خارجی خود ترتیب و تنظیم کردن که تهدید خارجی را دفع بکنن تا امنیت سرتاسری در کشورشان و کشورهای متحدشان شکل بگیره، ثبات برقرار شوه، دیتان برقرار شوه. اونا تمرکز بیشتر برای همین مسئله دارن که تهدید چگونه جلوش باید بگیرن. شما ببینین، اما در کشورهای جهان سوم تهدید داخلی است، چون نظام‌های کارآمدی وجود ندارد در کشورهای جهان سوم، تهدید داخلی است. خب وقتی که تهدید بیشتر داخلی است، وقتی که ما سیاست متوازن میگوییم، منافع به شکل متوازن تعریف باید شود. خب چی میخواد؟ کشورهای شمال یا کشورهایی که واقعا فرد ملت‌سازی دولت‌سازی که این تهدید خارجی میدن، از کشورهای جهان سوم تهدید احساس میکنن، از یا میخوان که شما همکاری کنین در راستای جلوگیری از تهدید، ولی خواست کشورهای جهان سومی است که ما را در رفع تهدید داخلی ما کمک بکنین، مثل که کمک های بشر دوستانه است، مسائل همکاری و در راستای ملت‌سازی دولت‌سازی است و بس پروژه های توسعه ای است، انکشافی است در عرصه‌های مختلف، یا هم تقاضا میکنن که ما را یاری برسونن. امروز سیاستی را که روسا دنبال میکنن با توجه به سیاست خارجی که نو تنظیم و ترتیب کردن، مطرح کردن، تنها منحصر به افغانستان نیست. اونا با یک روایت کلان ارزی اندام کردن، دوست دشمن را مشخص کردن، در کاملا روایت کلان دارن. کلانترین روایت چیست که جهان یک قطبی را نمیپذیره، هژمونی امریکا را قبول نداره، امریکا را مسئول تهدید خود فکر میکنه، حتی با امریکا میگه که من به شکل همزیستی مسالمت آمیز میخوام طور روابط داشته باشم. همزیستی مسالمت آمیز، این نمیخواد که این تو به شکل متوازن روابط وجود داشته باشه، در به شکل سود منافع، در راستای سود منافع نمیخواد، به شکل مسالمت آمیز میخواد. به شکل دیجا در خاورمیانه، جایی که در گذشته نفوذ داشت، سرمایه اکثر شیخ نشینا در بانک های غرب محفوظ بوده، محفوظ است، اونجا هم به شکل متوازن میخواد که سیاست خود دنبال بکنه در تمام عرصه ها. همین شکل در اروپا همین قسم، در آسیا همین قسم. بنان روایت روسا روایت کلان است که جهان به شکل یا چند قطبی میخوان به شکل اینجا، یعنی هژمونی امریکا را قبول ندارن، امریکا را در حال افول میبینن. و دقیقاً که امریکا همون شکلی که پاسوگو و به هر جایی که هجوم برده، پاسوگو به کشورام نبوده، به کنگرسش هم نبوده، به مردمش هم نبوده، به ناتو هم نبوده، به شوروی هم نبوده. و امروز صد سراسیمه گیری شما در اروپا در امریکا میبینین که چقدر سراسیمه هستن، حتی مورد سوء زن و اتهامات رئیس جمهورها شما میگن. از یک افغانستان مستقل حمایت میکنیم، این صحبت ها چی معنی بر روسیه دارد و چی میخواد روسیه؟ دقیقاً روسیه از افغانستان چه میخواد؟ خواست روسیه از افغانستان است که مواد مخدر از افغانستان در افغانستان نظر شوه، نه قاچاق شوه، نه ترافیک شوه، نه پروسس شوه. همین را میخواد که از طریق آسیا میانه به قلب مسکو نرسه، به اروپا نره. همین را میخواد. از افغانستان میخواد که حلقات توریستی بستر برش ایجاد نشه. امیر میخواد در افغانستان، فعلا او هدفی که قبلا داشته که میخواست در گذشته دور در زمان بازی بزرگ که میخواست که از جیوبوتی که افغانستان استفاده کنه با آبای آزاد و هند بره، آل اید برنامهش فعلا نیست. ای که بعدا اگر جهان به طرف چند خود میره، او مربوط به ختمش بعدیشان میشه. فعلا او از هند هم در سیاست خارجیش دوست اشاره کرده، بله در یارگیری‌های جدید کاملا امروز وقتی که بدون از اینکه او تو برنامه را داشته باشه، در یارگیری جدید این در پولی خود داره، چین در پولی خود داره،
ایران در پولی خود داره، کشورهای بزرگی که دارای سلاح هسته‌ای هستند که سخت آمریکا را دگرگون ساخته در پولی خود داره. بنان او استراتژی قبلیش امروز به طور کاملا سرش خاک پاشیده شده. این که بعدن چه میکنه او بعدیش هست، اما اجبونی آمریکا را نمیخواد در افغانستان حتی در قسمت ساختار نظامش مداخله نمیخواد بکنه. این یک گزارش در مردم افغانستان که چگونه نظام بسازین، چگونه احساس خودتان تنظیم میکنین، چقدر داخل میکنین. آمریکا خب ما اجازه نمیداد در گذشته دور آمریکا در نظامای پیشین حتی یک مدیر آمریکا تعیین میکرد، ولی اینی کلانترین گپی است که ما بتونیم از این صحبت کنیم. این برمیگرده به اینکه توپ بازی در میدان طالبا هست. طالبا چگونه میتونن بار بار ما انتقاد کردیم که طالبا نتونستن که از این وضعیت استفاده کنن. باید آمادگی به این گپ داشتن که امروز روسیه این کارا میکرد، مستقیما تو خط مش خود برنامه خود سیاست خارجی خود سر میز منداخت که این برنامه متعادل سیاسی ماست، این سیاست خارجی متعادل سیاسی ماست، اینی کارشوی رفتاری ماست که روسیه با یا تعامل میکرد. امیر طالبا متوان نکرد. تشکر باقای نازد، سپاسگزارم. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. مختار صاحب، آقای نازد میگن که روسیه خواستهای مشترک داره، مشخص داره، عفو میخوایم. اونا به دنبال جلوگیری قاچاق مواد مخدر، سرکوب شدن گروه های تروریستی و موضوعات دیگری که در لابلای صحبتشان گفتن، یارگیری های جدیدی که اینا روش صحبت کردن. آیا همین خواسته ها اگر فرض به این باشه که برآوردنش از سوی حکومت حاکم در افغانستان، چی خواد شد این روابط؟ تغییر خواد کرد؟ یک نکته اینجا متوجه باشین، وقتی که رژیم پوتین میگه که ما یک افغانستان مستقل میخواییم، در بود استراتژیک و سیاسیشی است که نفوذ آمریکا باید در افغانستان حکم فرمانه باشه. این در بود سیاسی و استراتژیکش است. در بود امنیتیش که روسیه و کشورهای اقبار روسیه با ما نزدیک هست، دو دکتر باید خدمت شما به عرض برسانم. یکی اینجا گفت که امارت اسلامی افغانستان باید از خود یک سیاست متوازن را تعریف بکنه. این سیاست متوازن تعریف شده به این معنا، وقتی ما میگیم، وقتی نظام فعلی افغانستان میگه که جغرافی افغانستان برای هیچ کشور تهدید نیست، این به معنای ازید که ما یک سیاست متوازن را در نظر داریم و در پیش راه و در محراب مسائل سیاسی ما قرار داره. موضوع دومی است که مواد مخدر و داعش یک پدیده بین المللی است، نه افغانی. چون در قاچاق مواد مخدر روسها هم دست داره و ایالات متحده امریکا هم دست داره. در نظام جمهوریت بسیار پول اندکی به کسانی که مواد مخدر را در افغانستان میکاش میرسید، دیگه پولها به قاچاقبران جهانی و به دستگاهان اونا میرسید که روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و کشورهای اروپایی در دست داشت، یعنی قاچاقبرهای بزرگ. اگر یا قرار است که افغانستان برای نظام کشورها تهدید نباشه یا افغانستان به روسیه تهدید نباشه، بهترین گزینشی است که با نظام فعلی افغانستان از نقطه نظر استراتژیک، وقتی ما میگیم نقطه نظر استراتژیک به این معنی است که ما مسائل امنیتی اقتصادی را هم در نظر میگیریم. مسائل امنیتی افغانستان حاضر است که در هر از هر نقطه نظر جغرافیش برای روسها تهدید نباشد و نه برای کشورهایی که در اقمار شوروی سابق و روسیه امروز، مثلا تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان و کشورهای دیگر است. اگر یک نکته را شما ببینید، وقتی کنسولگری باز میشه، خب مزار یک نقطه استراتژیک است و از طرف دیگر داعش هم در شمال در بعضی جاها نشاط شده و دیده شده. به این لحاظ روسیه از لحاظ امنیتی با امارت اسلامی افغانستان امیال همکار است، خصوصا در رابطه با مسائل استخباراتی. پس ما دشمن ما در جغرافی ما مشترک است، ولی قطعا به این معنا نیست که ما برخلاف ایالات متحده امریکا یا برخلاف روسیه هستیم. شما اگر به تاریخ افغانستان یک نگاه کنید، نگاه شتابنده بکنید، اینجا گفته شد زمانی که حکومت کمونیست ها در افغانستان بود، استراتژی غلط شوروی آن زمانی بود که به سر افغانستان تجاوز کرد و بالاخره با
شرمسار از این سرزمین بیرون شد. تاریخی ملت و مردم را میفهمد. همینطور ایالات متحده آمریکا هم. امروز منافع ما، یعنی منافع مردم افغانستان در این است که ما در قبال این قدها امون سیاست متوازن که جغرافی ما بر اینا تهدید نیست در اختیار داریم. از طرف دیگر امارت اسلامی افغانستان در طول 18 ماه توانیست در افغانستان، وقتی افغانستان فکر تجزیه از افغانستان از بین رفت، مسائلی که جزایر قدرت در افغانستان بود برچیده شد، یک نظام مرکزی به میان آمد. امروز لازم است امارت اسلامی افغانستان تغییر استراتژی داخلی بده، به این معنا که نظام فعلی یا نظام موقت و سرپرست باید نظام دائم شود. یک اجماع ملی در چارچوب منافع ملی افغانستان مطرح شود. موضوع دومی است که به قدرت به مردم محل سپرده شود، یعنی در تمام ولایت که اقوام دیگر اونجا زیاد هست، امارت اسلامی افغانستان جز استراتژی داخلیشی باشه که مردم را در حکومت جا بده، یعنی فاصله بین مردم و نظام صورت نگیره. بپذیره که افغانستان یک کشوری هست که دیگه اقوام هم حق داره که در حریکی قدرت با امارت اسلامی افغانستان جا داشته باشه و این حقشان است. اینه به خاطر میگم که وقتی ما میخوایم مسائل داخلی خود را دقیق و عمیق قدم برداریم، در بعد خارجی و بین المللی ما میتونیم موفق و کامیاب بشیم. ولی شما در آغاز صحبت ها گفتین، آقای مختار گفتین که سیاست خارجی ما تعریف شده است، یک سیاست متوازن بی‌طرف، درست؟ و کشورها اطمینان داده شده که جلاب قاچاق مواد مخدر گرفته میشه، حتی متهم هم کردین، گفتین که خود روسیه ها دست دارن در قسمت قاچاق مواد مخدر. در قسمت تهدیدها اشاراتی داشتین، گفتین که جلاب تهدیدها گرفته شده، حتی دشمن افغانستان و دشمن روسیه مشترک است، احتمالاً منظورتان داعش است. باز صحبت‌های هم داشتین. من میخوایم یک قسمتی از صحبت‌های کابلوف را من نقل قول بکنم. اونا گفتن قنسلگری روسیه در شهر مزار شریف پس از تجزیه و تحلیل کامل به ویژه از نظر امنیتی بازگشایی شده. ساختمان این قنسلگری از سوی یک تیم پیشرفته روسی در ماه نوامبر مورد بررسی قرار گرفته. پس اگر اطمینان حاصل کرده که روسیه دیگر تهدیدی وجود نداره و جلب قاچاق مواد مخدر هم گرفته میشه، پس چرا نمی وارد یک تعامل کلان نمیشه؟ چرا حکومت تازه در افغانستان را به رسمیت نمیشناسه؟ خود کنسلگری با سودنش یک تعامل است. وقتی که پوتین میگه افغانستان و ما کشور مستقل میخواهیم، تعامل است. وقتی سفارت روسیه در افغانستان هست، تعامل است. وقتی اینا میخواهند با منافع ملی خود را با منافع ملی افغانستان در نقطه استراتژیک گیری بزنند، تعامل است. در قسمتی که امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شود، فراموش نکنید که اینجا 20 سال افغانستان اشغال بود. ایالات متحده امریکا برای مردم خود و برای جهان در رابطه با افغانستان دروغ گفته بود، به این معنا که پولهایی را که از تکس مردم امریکا میگرفت، میگفت ما میریم در افغانستان، اونجا منافع ایالات متحده امریکا در خطر است و امنیت جهان در خطر است، در حالی که ما از سرزمین خود، از تاریخ خود، از جغرافی خود دفاع میکردیم. من مطمئن هستم که سیاست روسیه در قبال افغانستان در شرایط فعلی مثبت است و ما قطعا وقتی با روسها نزدیک میشیم یا نزدیک میشیم در بود استراتژیک و منافع ملی خود، به این معنا نیست که ما میخواهیم با آمریکا در فاصله قرار بگیریم. یعنی یک بار دیگر تاکید میکنم که امارت اسلامی افغانستان باید هم با ایالات متحده آمریکا و روسیه سیاست متوازن را در اختیار بگیره که گرفتن. جغرافی ما دیروز هم بر اینا تهدید نبود. آمریکا هم من حیث قوت و قدرت هژمونیک و استراتژیک آمد در افغانستان حمله کرد و 800 هزار نفر را کشت. روس ها هم 1.5 میلیون انسان در افغانستان با دیروز هم تهدید نبود، امروز هم نیست. یک موضوع در رابطه با موضوع استراتژیک و قوت های هژمونیک در منطقه گفته شد. روسیه اگر قوت هژمونیک هست یا چین قوت اقتصادی است و امریکا قوت قلدری بسیار کلان است، ما راه دیگری نداره بدون اینکه منافع خود را با منافع اینا
نزنیم و منافع ما درمی است که با اینا اقتصادی متوازن بی طرف را داشته باشیم. سپاسگزار آقای مختار. تشکر. آقای سمی، اگر یک عقبگر داشته باشیم و سالهایی که روسیه آمد افغانستان را اشغال کرد و بار افغانستان را ترک کرد رفت، از افغانستان اخراج شدن، ما میخوایم بدانیم که دشمن دیروز دوست امروز افغانستان است؟ اول خیلی میخوایم اصلاح بسازم که روسیه مستقیم خودش به صفت یک جمهوری اتحاد جمهوری شوروی بالای افغانستان حمله نکرده بود، تهاجم نکرده بود، بلکه او اتحاد جمهوری شوروی بله بالای افغانستان تجاوز کردن. و امروز روسیه جدید، ما در مورد روسیه جدید صحبت میکنیم که او یک کشور، یک جمهوریت از اتحاد جمهوری شوروی جدا شده. بله. و اونا سیاست خارجیشان از سال 1996 به این طرف اینمی است که در با کشورهایی که مستقل هستند و با کشورهایی که یعنی مستقل از دید روسی، این است که اونمو کشوری که در کمپ مخالفین قرار نداره و سیاست خارجی و سیاست امنیتیشان از بیرون دکته نمیشن. با اونا اینا میتونن دوستی بکنن و با اونا اینا مدل سیاسی داده میتونن، مدل امنیتی داده میتونن، کمک نظامی و کمک اقتصادی میتونن بعد از اونا بکنن. و شمار از این کشورها امروز کم نیست بلکه بسیار زیاد است، در افریقا، در خاور میانه، در شرق و در غرب جهان امروز چنین کشورهای وجود دارن. و روسیه فکر میکنه که افغانستان هم یکی از این کشورهاست و امارات اسلامی هم همین ویژگی ها را داره. بسی است که امارات افغانستان امروزی پس از 15 اگست سال 2021 از یک جریان تاریخی برید. این جریان تاریخی بوده که از گذشته های دور وقتی که ما مطالعه میکنیم، وقتی که آریایی ها به این سرزمین میاین، حتی در دوران آریانا و یک تعداد از این مردم به طرف جنوب آسیا حمله میکنن و به هندوستان اینا لشکرکشی میکنن. بارها از افغانستان به جنوب آسیا لشکرکشی شده و بارها از جنوب آسیا به قندار و تا مناطق کابل افغانستان لشکرکشی شده. ما در اینجا بقایای تاریخی از جنگ ها و از زد و خوردهای تاریخی در منطقه داریم. و این شکل وقتی که در قرن 19 میایم و در قرن 20 میایم، افغانستان باز هم یک تخته خیز میباشه که قدرت‌های غربی میخواهند از افغانستان با آسیای میانه و با روسیه حمله بکنند و همچنان شوروی میخواست که از افغانستان از طریق ایران و تابوها برسند و از طریق پاکستان همچنان با آسیای با آبهای گرم برسند. بنابراین اما ارزش جیوپولیتیکی افغانستان که به صفت یک تخته خیز در طول تاریخ بوده، در 15 اگست 2021 این ارزش دیگر ختم شد و افغانستان برای امروز کشورهای غربی و کشورهای چین یا کشورهای مثل روسیه نمیخواهند که افغانستان بر ضد و بر مخالف یکی دیگر استفاده بکنند. بنابراین یک همکاری منطقه‌ای وقتی که در سیاست خارجی روسیه را میگنجانند که افغانستان یک کشور مستقل، اصلا دریج روسیه میخواهد به پاکستان، به ایران، به چین، به هندوستان، به کشورهای منطقه یک تضمین بده که من میخواهم افغانستان مستقل باشه، من نمیخواهم که از طریق افغانستان بالای شما تهدید صورت بگیره. این مسئله است که یک پیام منطقوی است که روسیه میخواهد به منطقه بده. و همچنان دریج برفیل در کشورهای منطقه تنها یک پاکستان است که زیادتر میخواهد که افغانستان یک مثل یک حکومت نشانده باید دریج ایجاد شود و طبق مایل خود و طبق استراتژی در از مدت خود استفاده بود. درست، ولی یک نگرانی وجود داره آقای سمی، چون روسیه اشاراتی داشته و گفته که از طریق نشست های شانگهای به مسائل افغانستان نگاه میکنه. ما سوال را که پیشتر از آقای نهضت داشتم این بود که کشورهای غربی به ویژه آمریکا همواره از طریق پاکستان به مسائل افغانستان نگاه میکرد و جو بایدن رئیس جمهور فعلی افغانستان فعلی آمریکا هم گفته بود که پاکستان صد مراتب بهتر از افغانستان برای آمریکا ارزش داره. ما میخوایم بدانیم که جایگاه افغانستان بر روسیه چی است؟ روسیه که از یک افغانستان مستقل و باثبات حمایت میکنه، البته از طریق کشورهای همسایه، این چی معنا را میتونه داشته باشه اگر مشخص بکنه؟ افغانستان مسئولیت مشترک قدرت‌های منطقه‌ای است. در منطقه ما سه نوع قدرت داریم، یکی قدرت‌های بزرگ است، یکی قدرت‌های متوسط است و یکی قدرت‌های کوچک است. تمامی از اینا که تحت رهبری قدرت‌های بزرگ هستند،
افغانستان مسئولیت مستقیم از اون است که پس از ایالات متحده و پس از ناکامی دراسترین جنگ ایالات متحده در افغانستان، اونا باید دریج ثبات حفظ بکنن، امنیت حفظ بکنن و افغانستان به سطح برسانن که در همکاری های منطقوی توانایی پارتنر شدن داشته باشن. این مسئولیت کشورهای منطقوی است و مدل سیاسی و مدل امنیتی را در منطقه روسیه پیشنهاد میکند و مدل اقتصادی و ترانسپورتی را چین پیشنهاد میکند. بنابراین دریجه مسئولیت روسیه از دید امنیتی و از دید ساختار سیاسی در سطح منطقه ای است که باید در افغانستان ثبات سیاسی و ثبات امنیتی را حمایت بکند و یک ساختار در از مدت را که در افغانستان هم نتیجه بده و هم شکننده نباشه باید پیشنهاد بکنه برای طالبا که اینا در از مدت دارای سیستمی باشن، دارای ساختاری باشن که با منطقه هم نوا باشن. هر آن چقدری که همرنگ منطقه نباشه افغانستان، به هر اندازه‌ای که ساختار سیاسی و ساختار سیاست خارجی افغانستان با منطقه هم نوا نباشد، به همان اندازه افغانستان یکی کلک ششم می باشه و دوم همچون یک تهدید تلقی خواهد شد. ممنون است مقایسه می. سپاسگزار. وقفه کوتاه. پایدامه برنامه باز هم خوش آمدید. نهزت سب بس را جنبندی بکنیم. رای حل چی است؟ آیا سیاست متوازن امارت اسلامی میتونه رای حل باشه؟ دقیقاً که سیاست متوازن میتونه رای حل باشه، ولی کدام سیاست متوازن مدون؟ در قدم اول لازم است قبل از تطوین سیاست متوازن جغرافیای سیاسی افغانستان یک تعریف روشن شود. مثلا تا زمانی که ما جغرافیای سیاسی افغانستان به خاطر از اینکه مفاهیم در قرن نه، در سال نه، در ماه نه، در روز نه، لحظه‌ای تغییر میخوره. اگر ما جغرافیای سیاسی افغانستان همون جغرافیای بازی بزرگ میدانیم یا جغرافیای به تعریفی که در زمان جنگ سرد بود میبینیم او تعریف اصلش تکیه میکنیم، یا جغرافیای میبینیم او تعریف تکیه میکنیم که پس از جنگ سرد است، یا او جغرافیا را او تعریف میبینیم که دیروز امریکایی‌ها بودن، یا او جغرافیایی که هنوز هم نظام غیر شهروندی مستقل بر اوضاع باید باشه، تکیه بر قوم و قبیله و سمت تبار نظامهای قومی بکنیم یا بریم به طرف یک نظام شهروندی. ما تعریف اگر واضح‌تر بگویند منظورتون چیست؟ منظورم این است که ما جغرافیای سیاسی خود یک تعریف روشن باید بدیم که ما چگونه یک جغرافیا هستیم، چگونه بافت اجتماعی داریم، چگونه جمعیت ها زندگی میکنن، چگونه حکومت ها داشتیم، با چگونه حکومت نیاز است، چگونه حاکمیت در گذشته کردیم، با چگونه حاکمیت فعلا نیاز است. بعد از اون میتونیم که در روشن ازیو ما سیاست داخلی خود تنظیم کنیم، سیاست خارجی خود تنظیم کنیم. در روشن سیاست خارجی واقعا کارشوی رفتاری خود جهت تعامل با کشورهایی که علاقه دارن که بحران منطقه را از عینک ذره‌بینی افغانستان بعد از اون ببینن. دیروز خو امریکایی از عینک ذره‌بینی پاکستان میدن. اگر ما میخوایم که جایگاه حقوقی سیاسی درست احراز بکنیم نسبت به کشورهای مغرض همسایه که دیروز ما را قپیده بودن، اگر میخوایم این کار را بکنیم لازم است که ما سیاست روشن تعریف شده مدون باید داشته باشیم. با گپای شفاهی نمیشه که ما سیاست متعریف سیاست متوازن دقیق داشته باشیم، مدون داشته باشیم در میار معرفی تعریف شده. ولی ما تا کنون سیاست مدون نداریم. نه سیاست خارجی مدون داریم، نه داخلی مدون داریم، نه کارشوی رفتاری مدون داریم، نه قانون اساسی که حکومت نظامن میده. چیزی که جان تکیه میکنه نظاممندی حکومت است. ما قانون اساسی نداریم که حکومت ما را نظامن بسازه. پس چطور روسیه به این باور است که حکومت فعلی در افغانستان یک حکومت خودمختار است، خودش تصمیم میگیره و با دیکته غربی ها کار نمیکنه؟ روشن که پس که این بازی قدرت هاست. روسیه همون قسمی که میگو که این علاقه تجربه شده گذشته دور، روسیه بر ما الهام میده که زیر چتر اجمونی در حال افول شما نملشن دولت شدین، اشتباه دیروز خدا میپذیره، امروز به تو استقلالیت میده، میگو دیروز من غلط کردم، ولی امروز مستقل هستی، خود مختار هستی، خودت ملت دولت بساز، خودت نو حکومت تعیین بکو، خود سیاست خارجی تنظیم کو، داخل تنظیم کو، خودت میاور منافع میتو تعریف بکو. ما داخلت در سیاست خارجی روسیه چیزی که بسیار طور برجستگی داره است که میگه حتی حکومت هایی که برسمه شناخته نشده ما حاضر با همکاری با هستیم که افغانستان میتونه جز حکومت ها باید باشه، ما حاضر با همکاری هستیم، نوع همکاری را برابری را مطرح میکنن. بله در یارگیری جدی خود این به ما تعلق داره که چگونه میتونیم که از این چراغ های سبزی که یک کسی کشوری که داره دوباره خود پس بازسازی میکنه، داره بره با مشترکن با امتای چینایی خود به قدرت تبدیل شود،
ای امروز با ما چراغ سبز نشان میده، ای به ما تعلق داره که ما از این چراغ سبز استفاده کنیم در میوه منافع ملی خود، یعنی تاریخ تکرار نکنیم، بریم به طرف یک حکومت نظاممندی که واقعا بازتاب دهنده منافع احاد مردم افغانستان باشه. سپاسگزارم آقای نوزاد. آقای مختار، رای حل از دید شما چگونه ما باید از این کارت سبزها امتیاز بگیریم؟ قبل از همه جغرافی سیاسی افغانستان مشخص است. از هر لحاظ جغرافی سیاسی و فکری و ایدئولوژی افغانستان مشخص است. آقای نهضت میگن مشخص نیست. آقای نهضت هر چی میگی رو با آقای نهضت میسپاره. بله. جغرافی سیاسیش، تعریف جغرافی شما سیاسی شما با چی دلیل میگن که جغرافیای سیاسی افغانستان مشخص است؟ تعریف یک جغرافی سیاسی چی است؟ شما بفرمایید. که یک ملت باشه. بله. یک ملت باشه و یک ملت زنده. یک ملت سرفراز. یک ملتی که کمر امپراتوری ها را اینجا از هم پاشیده، تاریخ کهن هم داره. ایالات متحده امریکا و حکومتش هم اقرار میکنه که ما در جنگ در افغانستان متلاشی شده. خب اینجا یک ملت بود، یک جغرافی سیاسی وجود داشت. این ترمینولوژی هایی را که ما استفاده میکنیم لحاظ قبیلوی و قومی و سمتی، افغانستان یک ملت هست و یک ملت بود و یک ملت باقی خواهد ماند. اگر افغانستان دارست. یک ملت نمی بود، اگر افغانستان یک ملت نمی بود، دو ابر قدرت را در نیمه قرن متلاشی نمی ساخت. درست. ملت ما در همین قسمت ما صحبت شما را قطع میکنم. مختار صاحب، جواب نوزاد صاحب میپرسم، پس به شما برمیگردم. نوزاد صاحب، یک ملت زنده وجود داره؟ خب ملت از خود تعریف مشخص داره. وقتی که ما ملت میگیم، ملت فرهنگ واحد داشته باشه، زبان واحد داشته باشه، اقتصاد واحد داشته باشه. شما در طول تاریخ را پیشنی تاریخی روند اساس دولت‌ها را مطالعه کنین که آیا اقتصاد واحد وجود داشته، توزیع ثروت قدرت متوازن وجود داشته، فرهنگ واحد وجود داشته، خب زبان واحد وجود داشته. اگر زبان واحد وجود داشت، چرا در قانون اساسی دو زبان مطرح کردن در اوجا؟ چون زبان واحد نیست. این از مشخصات مربوط به یک ملت است. ملت و من یک ملت گفته میتونیم که غم درد مشترک وجود داشته باشه. ما در تاریخ کشور خود روشن گیم که کسی که در جنوب کشته میشد، شمال چک چک میکرد که خوب شد که مرد در جنگا، و کسی شمال کشته میشد، جنوب کشته میشد. این چگونه این سعیز که در برابر تهاجم همه یک دست حرکت کردن، ولی پشت دروازه موندن، از بیرون از ورای کلکین و مالش اما بیرونیا با ما روان کند دوباره در طول تاریخ حکم کرد، جنگ مردم کرد، جفا به مردم بدل شد. جواب شما و راه حلی که باید بگوین، چون وقت برام بسیار کم است. اگر شما وقت مرا با آقای نهضت میدید، با آقای نهضت بفرمایید. مختصر شما فرصت دارید. دین ما مشترک هست، آیین ما مشترک است، فرهنگ ما مشترک است، تاریخ ما مشترک است، جغرافی ما مشترک است. افغانستان کشور تمام اقوام با هم برادر و برابر است. این که نظام های استبدادی در افغانستان بوده، خط و مش نظام جداست و خط و مش یک ملت جدا است. لطفاً در خور مردم تعصبات قومی، سمتی، مذهبی را نتین. از مردم از این خسته شده، دیگه از مردم از این نفرت دارد. مردم نمیخواد با آدرس یک قوم تیکداران دیروز و دزدان دیروز هم از آدرس ملت حرف بزنند. صدها میلیون دلار را دزدی کردند، چور کردند، چپاول کردند به نام یک قوم میخواست افغانستان را به طرف تجزیه ببرد. افغانستان تجزیه شد. خواب تجزیه را اونها با خود با گور نبردند. بنابراین افغانستان یک ملت بود، یک ملت هست و یک ملت در قلب آسیا خواهد تپید. راه حل قضیه افغانستانی است که حکومت سرپرست افغانستان به شکل دائم بدل بگرده، یعنی امارت اسلامی افغانستان حکومت را چنان وسیع بسازه که دیگر اقوام در نظام فعلی افغانستان حضورشان مشخص و معلوم باشه. تشکر. در شمال افغانستان باید قدرت زیادتر، قدرت اداری و سیاسی به تاجک ها و ازبک ها داده شود و این حق مشروعی سیاسی شان است. و در حریکه قدرت ما یک بار دیگر تاکید میکنیم که امارت اسلامی افغانستان مربوط یک قوم و یک منطقه و یک سمت نیست، بلکه نظامی است که در چارچوب منافع ملی افغانستان هر افغان باید وجود خود را در اینجا ببینه. سامی صاحب، 60 ثانیه شما فرصت دارین. سیاست خارجی فعلی افغانستان، آیا افغانستان در یک مسیر درست حرکت میته و در ضمن از کارت سبز هایی که روسیه و کشورهای دیگر نشان میته، از این کارت سبز ها امتیاز گرفته میتونه یا نه؟ سیاست خارجی افغانستان در یک کلوم سال گذشته که ما ایره
مطالعه میکنم بیشتر با سیاست خارجی دوران ظاهرشاه مشابهت داره و اینا بیشتر یک حالت بی‌طرفی را بر خود گرفتن و کوشش میکنن، طالبا کوشش میکنن که از همگی کمک را به دست بیارن، اما طرف هیچ کس قرار نگیرن به خاطر استحکام از این و این بی‌طرفی به نفع افغانستان است. تکرار میکنین و این بی‌طرفی، سیاست بی‌طرفی افغانستان را نجات میده از وضعیت فعلی و از چالش های سیاسی و اقتصادی که وجود دارد؟ در دوران حامد کرزی بله این نتیجه داده بود، یک تفاهم منطقه‌ای با روسیه، با چین، با ترکیه، با هند، با ایران به میان آمده بود و امریکایی ها اگرچه ناخوش بودند اما باعث استحکام دولت در افغانستان شده بود. سپاسگزارم. طلبو فرصت تمام است آقای سمی، سپاسگزارم از حضور مهمانان و ممنون که بیننده برنامه تحول بودید. تحول در همون جا با پایان میرسد. خداوند نگهدار.